پدرم بیگناه اعدام شد به خاطر من که دخترش بودم، ناموسش بودم. من نمادگی ملت روبه انحطاطم، وقتی مرگ میشه جریمه انضباط. بالا دارت تو فرصتی واسه نصیحت نی، ما که میریم اما تو میمونی نصیحت نی. ما که داریم میریم فقط تو رو جون مولا، اون بچه رو نیار واسه یه تماشا. نظر از الان ذهنش درگیر داشه، نظر این صحنه رو مغزی سوار شه. اونم فردا وقتی که فشار بش بیاد، اونم وقتی بزرگ شد و حدشو بخوابونم، وقتی عصبی شد از بدی اوضاع زور میشه منطقش توی اجتماع. اونم میگه چون همه بدن اونم بد میشه، توی کنکور بد زندگی رد میشه. ما بد بودیم شما اما بدتر بود، یه جنبی میزنه دت زمین خیلی زود. کدوم ما که یه جوری داریم میریم فنا، اون بالا یا خوشحالترم میشن دادا. ما که رفتیم اما تو یکی مثل من نباش، چیزی رو بذار زمین قلم بردار بجاش. حالا منم اونجا و چشای تو تنابه دار، بکش صندلی رو از زیر پام سر. درود، احمد رافت هستم. به سومین برنامه از دور سوم اعدام بسست خوش آمدید. مرداد ماه متاسفانه در تاریخ معاصر ایران همیشه با اعدام همراه بوده. از اعدام های پس از کودتای 28 مرداد در سال 1332 تا کشتارهای جمعی در کردستان در تابستان 1358 تا اعدام زندانیان سیاسی در اوایل دهه 60 و به ویژه در تابستان 67. 30 سال از کشتارهای گروهی تابستان 67 که مرداد با اعدام اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق آغاز شد و در شهریور ماه با اعدام اعضا و هواداران گروهای چپ ادامه پیدا کرد گذشت. در اوایل دهه 60 بود که خمینی با نطقی به مخالفین جمهوری اسلامی از روزنامه‌نگاران تا فعالان سیاسی اعلام جنگ کرد. اگر ما از اول که رژیم فاسد را شکستیم، به طور انقلابی عمل کرده بودیم، قلم تمام مطبوعات را شکسته بودیم و چوبهای دار را در میدانهای بزرگ برپا کرده بودیم و مفسدین و فاسدین را درو کرده بودیم، این زحمت ها پیش نمی آمد. من از پیشگاه خدای متعال و از پیشگاه ملت عزیز عذر می خواهم، خطا خودمون را عذر می خواهم. ما مردم انقلابی نبودیم. اگر ما انقلابی بودیم اجازه نمیدادیم اینها اظهار وجود کنند. تمام احزاب را ممنوع اعلام می کردیم. یک حزب و اون حزب الله، حزب مستضعفی. و من توبه می کنم از این اشتباهی که کردم. مولای ما امیرالمومنین سلام الله علیه با تسانی که توطئه می کنند شمشیر را می کشت و 700 نفر را در یک روز چنانچه نقل می کنند از یهود بنی قریظه که نظیر اسرائیل بود و اینها از نسل اونها شاید باشند، از دم شمشیر گذران. در اوایل تابستان 67 بود که روح الله خمینی پس از نوشیدن جام زهر و قبول قطعنامه‌ای که بر 8 سال جنگ با عراق نقطه پایان گذاشت، فرمان قتل مخالفان را صادر کرد. خمینی در این فرمان می‌نویسد کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند. او در ادامه این فرمان می‌گوید رحم بر محاربین ساده اندیشی است. قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردید ناپذیر نظام اسلامی است. در خاتمه این فرمان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران می نویسد امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمایید. کمیته مرکزی مرگ، حسین علی نیری، مرتضی اشراقی، ابراهیم رئیسی
و مصطفی پور محمدی را دربر می گیرد. البته در هر استان شماری دیگر نیز با این کمیته همکاری نزدیک داشتند. من جمله علیرضا آوایی وزیر دادگستری دولت دوازدهم که این مسئولیت را در استان خوزستان عهده‌دار بود. در آن سالها تنها یک صدا بود که علیه این جنایت در سطوح بالای نظام شنیده شد. ما گفتم آخه چطور صلاح میده؟ یه آدمی که 2 سال 3 سال زندان بهش دادن، حالا هست بالاخره قاضی تشخیص داده 2 سال یا 3 سال زندان بهش دادن، حالا اینو ما فوری بیاییم بگم تو سر موضعی میگه بیاییم بدن تقریه دانش کنید. آخه این مسابقه هیچ میزان اینجور نیست. من بالاخره نامه نوشتم به مرحوم امام و یه رو نوشتم به شورای عالی قضایی. یه روزم این همین مصطفی پور محمدی اون روز تو قسمت یادم چی بود، بالاخره داستان و آقای پور محمدی و میگه میاد قاضی اوین و حسنالی نگیری و اینا رو من احضا کردم. گفتم حالا الان محرمه، تا حالا برپس اعدام کرده، یه احترام محرم رو حفظ کنید اولا نکوش. بعد یکنم آقایون گفت ما 700 نفر الان مهیا کردیم برای اعدام، اجازه بدید یه 700 نفر رو اعدام کنیم. بعدش اومده بودن راجع به کمونیست هم یه نوشته زمان گرفته بودن که من اونو ندیدم. اینو آقای خامنه‌ای که رئیس جمهور بود و رود آمد خونه ما، گفت که یه نامه از امام گرفتن که این کمونیستایی که تو زندانن اعدام کن. در آن سالها به هیچ کس در هیچ سنی رحم نکردند، حتی دختران و پسران 12 و 13 ساله را نیز اعدام کردند. زری دادستان که در بندر انزلی اعدام شد یکی از آنهاست. زری دادستان صورتی کشیده داشته، موی یکم فرفری و چشای درشت مشکی با موجه های برگشته مشکی، بعدش ابروهای پرپشت، لاغر بود، همیشه هم میگفت که زن با هنر داشته به سیفتال کمر داشته به. آره، این شعرش بود که داشت به همیشه میخونه، همیشه هم تو ذهنمه صدا شعرش. سال 60 دستگیر شده بود، 12 سالش بود اون موقع، 12 سال یا 13 سالش بود دقیقا یادم نیست، که چون یادمه که وقتی که این حرفش رو وقتی که برام تعریف میکرد میگفت که من دادگاه وقتی که منو بردن گفتن که رئیس دادگاه بهش قتیلزاد بهش گفته بود که اونم رئیس دادگاهش قتیلزاد بود، بهش گفته بود که تو به خاطر هوای نفست رفتی داشتی میرفتی جنگل، متهمش کرده بودم با دوچرخه میخواست بره از اون طرفای اونجا، همش محیط جنگلی بود دیگه، رودسری بود، محیط جنگلی بود، میخواست دوچرخه سواری کنه، بهش متهمش کرده بودن که تو داشتی برای چیز بچه های جنگل غذا میبردی. بعد گفته بود که با اون لحچه رودسریش تو اصلا میفهم، من اصلا میفهمم نفس یعنی چی، تو چی داری میگی، اصلا من نمیدونم اصلا نفس یعنی چی، چون واقعا به بلوغ در زندان به بلوغ میرسه، این درده واقعا. اعدام های تابستان 58 در کردستان مقدمه‌ای بر جنایات سالهای بعد بود. در آن سال نیز خمینی با نطقی فرمان حمله به کردستان را صادر کرد. اشد علی الکفار رحما بینهم این توطئه‌گرها در صف کفار واقع هستند، این توطئه‌گرهای در کردستان و غیر اون در صف کفار هستند، با اونها باید با شدت رفتار کرد، دولت با شدت رفتار کند، ژاندارمری با شدت رفتار کند، ارتش با شدت رفتار کند، اگر با شدت رفتار نکنند ما با اونها با شدت رفتار میکنیم. یوسف اردلان در مرداد 58 عضو شورای شهر سنندج بود.
تنها بار که شورای بدون نظارت استصوابی و با رأی آزاد مردم انتخاب شد. ولی منظور این اعدام ها این زمینه رو که اسلام سیاسی در کردستان نیامد. بعدش هم میبینیم کسایی هم که اومدن تازه بگی مخالف همین جناح به قول معروف اصولگرا باشن مثل عزت صحابی و امثال هم که بعدن اومدن در خاطراتشون در مصاحبهاشون بیان میکنن که وقتی که ما رفتیم دیدیم اصلا انقلاب اسلامی به کردستان نیامده. راست هم میگفتن انقلاب اسلامی به کردستان نیامد. در نتیجه از همون آغاز از همون نوروز سنندج با وجودی که قبول کرده بودن، یعنی در مقابل یک حرکت مدنی ادامه انقلاب مواجه بودن، شورای شهر سنندج رو مجبور شدن قبول کنن. با تنها انتخاباتی که غیر استصوابی بود آزادانه و انتخابات شد، همون اولین شورای شهر سنندج که البته چون امضا کرده بودن تو قانون اساسی بردن و 20 سال بعد انجام دادن. منظورم اینی که این حرکات مدنی سراسر منطقه رو خارج از تقسیم بندی و استانی، منظورم کردستانه چون آذربایجان غربی رو میگیره تا کرمانشاه، این حرکت مدنی ادامه داشت و این برای جمهوری اسلامی برای حکومت اسلامی با این خصوصیت خشن و به اصطلاح تعریب شده اسلامی خشنش شاید قابل قبول نبود. کسی مثل چمران که خودش رو فرمانده در واقع بنیانگذار عمل میدونست تا دیوانه ای مثل خلخالی، تمام اینا جهتشون به طرف کردستان بود. یعنی یک لحظه نبود که در روز 28 مرداد وقتی که خمینی اعلام میکنه مسئله محاکمه نبود، مسئله این که بگیره و اعدام بکنه و این رو به عنوان یک تاکتیک در واقع زهر چشم گرفتن از مردم به کار بردن. دیگر شاید اینجوری خودشون دیدن که با این رشد عظیم حرکت اجتماعی چاره ندیدن یا چاره دیدن هرچی، اون راه رو انتخاب کردن، سرکوب وسیع و بیرحمانه و بیمنطق. به خاطر همین بود توپاوه همه غافل گیر شدن و اونا گرفتن تمام کسایی که در واقع به عنوان کمونیست، سوسیالیست و روشنفکر دستشون اومد گرفتن و کشتن. و 28 مرداد عده زیادی از جوانایی که به اصطلاح فعال بودن تو اون مدت تونستن شهر رو به جا بذارن و برن، اما همان به این باور نرسیده بودن که شهر رو ترک بکنن. به خاطر همین بود وقتی که به محض اینکه 28 مرداد به سنندج 29 رسید یه در رو دستگیر کردن. بالاخره شهری هست اون موقع بوده بود 80 هزار جمعیت داشت شهری هست و ایده رو که واقعا در جریانات 6 ماه قبل به اصطلاح خیلی چشمگیر نبود، فعالیت مشخصشون یا عضو حزب مشخصی نبودن، اینا رو دستگیر کردن و در فرودگاه سنندج دیدیم که 11 نفر رو که از آقای سلیمی بگیر تا پولادی تا خیلی 11 نفر رو و حتی حسن ناهید و که مجروح بود و رو برانکار خوابونده بودن اعدام کردن. این دیگه صحبت بر محاکمات و یک لحظه یا اینا نیست و کشتاره، آدم کشیه و این آدم کشی رو کردن. در سقز عده زیادی رو از پادگان سقز کشتن. چرا؟ که در اون مدت زمان عید به اصطلاح 58 تا 28 مرداد 58 با شورای شهر سقز همکاری کرده بودن، یعنی برای نگهبانای شهر که از پادگان اصلاح خواسته بودن اینا اصلاح بهشون داده بودن که شهر رو اداره بکنن، به همین جرم اعدامشون کردن. حکومت اسلامی حکم میکنه، یه قاضی شهر، یه کسی، یه رهبری، یه مرجع حکم میکنه و تموم. مسئله انتظاری از انسانیت و مدنیت و قانون از این حکومت داشتن عبثه. از
البته اعدام کردها در 14 گذشته هرگز متوقف نشد. رامین حسین پناهی، جوان کردی که به اتهام عضویت در حزب کمیله کردستان ایران سال گذشته دستگیر شد، میتواند هر لحظه اعدام شود. رامین را اخیراً از زندان سنندج به رجای شهر منتقل کردند تا حکم او را هرچه زودتر به اجرا درآورند. رامین که اکنون در زندان رجای شهر در سلول انفرادی به سر میبرد، اعتصاب قضایی را آغاز کرده است و لبهایش را دوخته است. رامین با دوختن لبای خود به اعتصاب قضا دست زده. در حالی که میخواستن به انفرادی منتقلش کردن، زخمی شده و شدت جراحات به حدی بوده که به خارج زندان منتقل شده، که تا کنون ما نه وکلا هیچ گونه خبری از صحت سلامتی از سرنوشت این زندانی سیاسی رامین حسین پناهی در دست نداریم. از این رو به عنوان خانواده رامین حسین پناهی، رو به افکار عمومی، جامعه بین المللی و نهادهای حقوق بشری تقاضای فوری داریم که اینا میخواستن خب این هفته حکم اعدامش رو به اجرا در بیارن. ما خبرایی داشتیم و این خبرم به زندان در زندان به رامین ارسال شده بود. از این رو رامین در نامه‌ای به مسئولین زندان بر اصل تفکیک جرایم، اعاده دادرسی، دادگاهی مجدد و انتقالش به زندان رجای شهر تاکید کرده و اعلام کرده تا رسیدن به خواسته‌اش دست از احتساب قضا بر نمی‌داره. از این رو ما به عنوان خانواده رامین حسین پناهی، رو به افکار عمومی، جامعه جهانی و شما آزادی خواهان تقاضا داریم که در این بحره از زمان ما رو تنها نذارید و نگذارید در بی خبری و بی صدایی رامین رو در زندان رجای شهر کرج اعدام کنند. رامین را برای اجرای حکم اعدامش به رجای شهر منتقل کردند، زیرا از واکنش مردم شهرهای کردنشین واهمه دارند. در جریان راهپیمایی اخیر مریوان در بزرگداشت فعالان محیط زیستی که در جریان خاموش کردن آتش در جنگل‌های اطراف این شهر جان خود را از دست دادند، رامین فراموش نشد. رامین حسین پناهی آدم باید گردد. رامین حسین پناهی آدم باید گردد. دایه شریفه، مادر رامین حسین پناهی، که از سنندج برای دیدن فرزندش به رجای شهر آمده است، فریاد دادخواهی خود را بلند کرد، ولی کو گوش شنوا. من قاید رامینم، حتی ملاقات رامیر سنگلائی، حتی مولا حتی بیجی جگه خراوه، حتی بیجی آوکا کاده دمون پولستانه، حاودیان بو ایدام، بو خواه خلقه ندام مانا، بو خواه خلقه ندام مانا، ایمه هزاری، وکیلگانش، خاصه ولی اند نپرسی. آواگه بن پی پول است. نریشن مو فوچن می پیند فرستانه. کوشگان ما کند پام حالا سیام رویمو. احاد ما 20,000 درستیم. این سه هاتم بن هفته گه 400,000 خزه. ای خواین لکوی بیرم. که این تار رامی استن تنای خلق بود. اما نتودیم و بون تو درم هاوتم یعنی و بون تو درم نیام میشه. در بیگ مسکنی لیون حالی خاصه نیت دواره حالی بده. دفرستانه چی خوشی. نریشن مو فوچن می پیه هاتی نملاقاتیم. ایسا حادم چه جگه خراوه، مو خاطر خواد جگه چی وجیب کن. وکیلگانی شوال یعنی نفرسیه یا دو حفظ سخوطیان هاول یعنی ایدامی کن رامی خسن پنایی. بو خواگه ندار رامی خسن پنایی. سی سپتامبر روز جهانی ناپدید شدگان قهری است. ناپدید شده قهری به افرادی گفته می شود که بعد از بازداشت از آنها دیگر خبر نیست، نه محاکمه شدند و نه رسماً اعدام شدند. حد زده می شود که در بسیاری موارد یا آنها را مخفیانه اعدام کردند و یا زیر شکنجه جان سپردند. این روزها که در جمهوری اسلامی ایران کارزاری با عنوان فرزندت کجاست به راه افتاده است و مردم می خواهند بدانند آقازاده ها کجا هستند و چه کار می کنند، بجاست که کارزاری هم با عنوان فرزندم کجاست راه اندازی شود. اگرچه در مقایسه با آرژانتین که 30,000 نفر در دوران دیکتاتوری ژنرال ها ناپدید شدند و یا سوریه که در 6 سال گذشته 82,000 نفر بازداشت شدند و دیگر از آنها خبری در دست نیست، در جمهوری اسلامی شمار مخفوت شدگان اجباری بنابر آمار سازمان ملل متحد 518 نفر بیشتر نیستند
اگرچه فعالان حقوق بشر معتقدند که شمار آنها از چندین هزار نیز افزون است. یکی از مفقود شدگان سالهای اخیر سعید زینالی است، دانشجویی که 19 سال پیش در جریان تظاهرات دانشجوی 18 تیر دستگیر شد. 19 سال است که پدر و مادر سعید بدون دریافت پاسخی از مقامات در جستجوی فرزند خود هستند. اگه ملت ما بیدار بودن دهه 60 به وجود نمی اومد. اگه بیدار بودن 67 به وجود نمی اومد. اگه بیدار بودن 78 به وجود نمی اومد. اگه بیدار بودن 88 به وجود نمی اومد. سعیدها کشته نمی شدن. سعیدها گمنام نمی شدن. مادرها عزادار نمی شدن. ما مادرها باید صدامون بلند کنیم. عرش خدا به ناله های دل ما بلرزه. من 17 سال ناله میکنم. سعید بچه اول من بود. به خوابش خواب بودن، به بیدارش بیدار بودن. تب میکرد ناله میکردم. گفتم بزرگ شد ثمرهشو ببینم. دانشگاه فرستادم برای جامعه تحویل بدم. نه ببرن بکشن، قبرشم به من ندن. من از دنیا میخوام، از برادرای اینجا هستن میخوام صدای من و مادر بشنون. من نیومدم اینجا برم سایت ها ببینن معروف بشم، نه، من اومدم بچه‌مو میخوام. من برای معروف شدن اینجا وای نستادم که هر کی بیاد بگه برای معروف بیاد. من سعیدمو میخوام، سعیدها رو میخوام. فرشته علیزاده نیز در جریان تظاهرات 18 تیر 78 بازداشت و بلافاصله ناپدید شد. یوسف سیلاوی شهروند عرب خوزستانی نیز یکی دیگر از ناپدید شدگان قهری است. دخترش مونا سالهاست که برای یافتن نشانی از پدر گم شده تلاش می کند. من سال 2004 از ایران به مقصد سوریه برای درس خوندن در دانشگاه دمشق خارج شدم. سال 2005 نامه که از دفتر ریاست جمهوری خاتمی از دفتر آقای عبدالهی خارج شده بود که تو اون نامه درباره تغییر دادن بافت جمعیتی مردم عرب استان صحبت میکردن، باعث شد که تظاهراتی در شهرهای مختلف استان، اهواز، آبادان و یه سری از شهرها اتفاق افتاد. یه سری از جوان‌ها زندانی شدن. اونایی که حکم گرفته بودن اومده بودن سوریه که از طرف یو ان به حال برن کشور سوم. ما اونجا دانشجو بودیم، به حال کمک کردیم به این سری پناهجوهایی که درخواست کمک می‌کردن. بعد تا که پاسپورت من تموم میشه، یعنی پاسپورت من سال 2008 تموم میشد، سفارت درخواست میکنه از من که با سفارت همکاری بکنم، اسمای کسانی که به سازمان بین الملل تردد داشتن رو به اونا بدم. من مخالفت کردم و گفتم که حاضر نیستم همکاری بکنم. پدر من برای دیدن من اومده بود به سوریه، سفارت درخواست میکنه که با ایشون دیدار بکنن. سال 2009 فکر میکنم ماه رمضان بود، چون یادمه که آره خیلی دقیق یادمه، برای ماه رمضان، تعطیلات ماه رمضان پدرم پیشم بودن. بعد از اینکه برگشتن اهواز، سه روز بعدش خانواده تماس گرفتن. مادرم هم پیش من بودن، پدرم تنها برگشتن اهواز. بعد از سه روز خانواده تماس گرفتن که هیچ خبری از پدرم نیست و خونه تاریکه و تلفن‌ها رو جواب نمیده. و مادرم همون شب براش پرواز گرفتن برگشت اهواز. تمام راه‌های قانونی رو که باید میپیمود که از پدرم اطلاعات کسب کنه رو پیمود، ولی نتونست هیچ اطلاعاتی کسب کنه. یعنی که پرونده باز کرد در شعبه شش پلیس اهواز، چون میدونم تمام بیمارستان ها، تمام سردخونه ها، تمام ترمینال های اتوبوس، یعنی هر راهی که بگیم برای اینکه بفهمیم اگه اصلا از اهواز خارج شده باشه، همه رو دنبال کرد. هیچ نشونی نمیداد که پدرم مثلا شهر رو ترک کرده باشه. مادرم تا خود دفتر رهبری، بیت رهبری هم رفت، دفتر مرکزی سپاه هم رفت. همه اونا اطلاعات دادن، یعنی که میگفتم منکر وجود پدرم توی زندان ها شدن. به خاطر کارم زیاد به پارلمان اروپا میرم. هر دو دفعه که از طرف ایران نماینده‌ای بودن تو پارلمان اروپا، من اونجا درخواست کردم که یک جواب بدن درباره قضیه پدر من. آخرین بار
وقتی که علایالدین بروجردی در پارلمان اروپا بود توی یک جلسه خصوصی با کسانی که مسئول قضیه ایران بودن، 11 نفری که مسئول قضیه ایران بودن از نماینده های پارلمان اروپا و آقای بروجردی و نماینده های سفارت، اون جلسه که تقریبا کوچیک بود، همونجا من به زبان انگلیسی از مدیر جلسه درخواست کردم که یک دقیقه صحبت بکنم با من نماینده NGO. بعضیشون خواستم که از جمهوری اسلامی بخوان یک اطلاعات درباره پدر من بدن. اونجا آقای بروجردی به من قول دادن که قضیه رو دنبال بکنن، ولی هیچ جوابی من نگرفتم. ولی خب اطلاعاتی که به صورت غیر رسمی من کسب کردم این که پدر من در قسمت اطلاعات سپاه زندانیه و خیلی طبیعی هستش اگر دولت نتونه چیزی کسب بکنه، به خاطر اینکه سپاه ربطی به دولت نداره و به صورت مستقل عمل میکنه. تنها چیزی که میتونم بگم به صورت غیر رسمی میدونم که هنوز زنده است، ولی کجاست نمیدونم. پیروز دوانی هم در جریان قتل‌های موسوم به زنجیره‌ای ناپدید شد. 12 نفر از هموطنان یهودی نیز در سالهای اول انقلاب ناپدید شدند و از آن زمان خبری دیگر از آنها در دست نیست. این فهرست البته همچنان که اشاره کردیم بسیار طولانی است. که فیلم میگیری وقتی یکی جون میکنه دست مریضا.